در این جلساتی که به صورت زنجیره‌ای و در مقاطع کوتاهی برگزار میشه، قصد دارم در رابطه با موسیقی محلی یا موسیقی فولکلور و یا اون چیزی که من اون رو اسمگذاری کردم به عنوان موسیقی اقوام ایرانی، اطلاعات مختصری رو در اختیارتون قرار بدم. موسیقی محلی بستر دانشی و تاریخی یک ملت هست که در طی زمان به دست ما رسیده. ما تمام مفاهیم ملی و انسانی رو که در حوزه اون فرهنگی هست که با اون زندگی میکنیم رو از طریق موسیقی محلی دریافت میکنیم. اولین مأمن و مأوای موسیقی محلی لالایی های مادرانه هست. یعنی در جایی که ما در واقع به عنوان کودک متولد میشیم و اولین نغمه های موسیقایی کشورمون رو با مفاهیمی که مفاهیم ملی، مذهبی و فرهنگی هست از طریق مادران فرا میگیریم. به عنوان نمونه دو تا از این نمونه ها رو خدمتتون اینجا معرفی میکنم که شما میبینید مثلا در نمونه اول قطعه لالایی هست که به زبان کردی مادر برای بچه میگه و در درون اون مفاهیم خانوادگی، مفاهیم فردی به عنوان اینکه اسمش رو یادآور میشه، اسم کودک رو به اون معرفی میکنه و در جایی براش آرزو میکنه که خوابهای خوبی رو ببینه و حتی در جایی اسمی از بزرگان دینی میاره که در این خواب مراقب اون باشن. این نمونه رو با هم بشنم. خاو خير وانا وتشاود باي لاي لاي قردا وتكاو سوار علي وتشوار دور دباي رولا لاي امير حسين يا لاي لاي رادك مخاو دباي لاي 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 مني رولا لاي 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 حضرت فاطمه خود باي رولا لاي اونا بخفا امير حسين جان خو خير دباي داسو بخوار حلاي لاي لاي رولا شيرين اغام لاي لاي رولا جان لاي. بعد از اینکه این نمونه لالایی به زبان کردی رو دیدید، نمونه لالایی دیگری رو هم به زبان ترکمنی میبینید که در اینجا قبل از اینکه در واقع نگاه کنید متوجه میشید حتی گهواره‌های کودکان بر اساس فرهنگ قومی و فرهنگ بومی که دارن با هم متفاوت هست و این کودکی که در منطقه ترکمن هست پایه گهواره ثابته، ولی در اون طرف گهواره حالت هلالی در زیر داره که با یه لنگری میاد. حتی ریتم‌هایی که در موسیقی این اقوام وجود داره برگرفته از این فرهنگ قومی هست. مطلبی رو که به عنوان آخرین بخش از این بخش لالایی ها خدمتتون عرض میکنم اینه که در واقع موسیقی یک موهبت خداوندی که حتی قبل از تولد هم با ما همراه هست. یعنی موقعی که ما به شکل جنین هستیم با شنیدن ضربان قلب مادر در واقع اون ضرباهنگ هایی رو میشنویم که ریتم ها و حتی تمپوی درونی رو بخوام بگم کند و تون میشه بر اساس احساس و عواطفی که مادر به کودک منتقل میکنه. Ya sar kelle ngarir tha